با سلام خدمت دوستان عزیز، مهدی عباسی هستم، در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از آموزش ساخت ویجت. جلسه قبل تا اینجا پیش اومدیم که کاتگوری رو، یعنی موضوعات رو نشون دادیم به این شکل. در این قسمت همطور که میبینید، خب حالا این جلسه میریم سراغ نمایش نام نویسنده و این نمایش تامنیل پستا، یعنی تصویر پستا در سمت چپشون. برای این مورد بعدی کمی تو ساختار فایلمون تغییر بدیم. قبل از اون یک چیزی رو من خدمتتون عرض کنم. در جلسه قبل ما اومدیم اینجا یک چیزی رو ساختیم، یک چک باکسی رو ساختیم همونطور که اینجا ببینیدش، و گفتیم که نمیتونیم یه مقدار پیش فرض بهش بدیم اینجا، چون همیشه تیکش خورده میشه. یکی از دوستان پرسیده بود اگه لازم شد ما، خب اگه اینو به همین حالت بذاریمش هر موقع نمایشش میدیم تیکش زده نشده. من رفرش میکنم صفحه رو، افتادم اونی تیک نداره. خب اگه ما بخوایم این تیک داشته باشه چی؟ برای این مورد، خب چون لحظه ای که ما ابزارهایی که اضافه میکنیم به ستون کناری، چون هنوز ذخیره نشده و بار اولشه، این اینستانس یک آرایه توخالیه، یعنی اگه اینا رو ایست با ایست چکشون بکنیم همه فالس برمیگردن. برای این مورد واسه این که بتونیم همون مقدار پیش فرضش تیک خورده باشه، باید از این حالت استفاده بکنیم. اینجا یک ایف میدیم، میگیم ایست اینستنس، اون متغیر کت چکش میکنیم، اگه تیک نخورده بود، یعنی اگه وجود نداشت این آرایه، خیلی راحت اینجا من متغیر کتش رو برابر آن قرار میدم، یعنی تیک خورده. در غیر این صورت اگه وجود داشت، خب همون کتش رو برابر است با اینستانس کت به این شکل. خب حالا من هر موقع این چی رو اضافه بکنم اینجا به صورت پیشواز، باید تیک خورده باشه. رفرش میکنم صفحه رو، رشتای اخیر افزودن، ببینید تیک خورده به صورت پیشواز دیگه از این باید تیک داره. من اینو میارم به اول. خب این از این مورد. مورد بعد این که همینطور که میبینید اینجا این دسته همون یکمی به هم چسبیدن، واسه اینکه این یکمی بهتر خود دیده بشه، چون دو تا دسته هست، موقع دسته زیر دسته داره، گفتیم بینشون علامت استش بذاره واسه اینکه بهتر دیده بشه، یک فاصله بینشون میدیم به این شکل. بعد یک فاصله میدم، حالا رفرش میکنم، همونطور که میبینید خب حالا فاصله رو برام قرار داد. خب حالا میریم سراغ نمایش نام نویسنده و نمایش تاریخ. نویسنده و تاریخ رو در بالا نشون میدیم، در بالای اول مثلا، یا میتونیم در ادامه نشون بدیم، مثلا فرق نمی کنه، هر جور راحتین. برای این مورد ما میایم یک چک باکس دیگه به صفحمون اضافه میکنیم در این قسمت اینجا، همین رو کپی پیست براش میگیرم، فقط مقادیرش رو تغییر میدم. چک باکس گت فیل، اینجا ناموشو میذاریم آتر، آتر همین رو کپی پیست میکنیم واسه سایر فیل نامون، آتر هم در اینجا، و این هم خب درسته اگر آن بود، و این رو هم میذاریم آتر، و اینجا می نویسیم نمایش بخش نمایش نام نویسنده. خب فقط میمونه این بالا ما بیاید این رو هم به همین حال میخوام به صورت پیش فرض این هم تیک داشته باشه، در نتیجه همین رو براش کپی پیست میگیرم و همون حالت رو براش انجام میدم. اینجا می نویسیم آتر، اگر آتر وجود داشت خب هیچی، خب میتونیم از اون حالت ترناری یا همون ایفای کوتاه و پی اچ پی هم استفاده بکنیم، یعنی به این شکل به جای اینکه این رو به این حالت در بیاریم، اینجا بنویسیم که
میام همش رو تو یه خط قرار بدم، یعنی به این شکل. کتشو برابر است با این شرط رو میذارم داخل این پرانتز، مقداری که میخوام در صورت ترو بودن برگردونه اینجا قرارش میدم. خب یعنی آن مقداری که در صورت فالس بودن که میخوام همون میشه instance cat، این رو هم اینجا قرار میدم. در نتیجه میتونم این رو پاک کنم. خب حالا آتر رو هم دقیقا میتونیم به همین شکل در بیاریم. خیلی راحت میتونیم بگیم که اینجا من فقط یه اشتباهی کوچیک کردیم، اونم باید برطرف کنیم. یک متغیر میسازیم به اسم آتر، شو برابر است با این ایف رو گفتیم پاک میکنیم. خیلی راحت میایم به اینجا علامت حساب به صورت ترنری میسازمش آن، و اگر فالس بود این آتر رو برام برگردونه. فقط این آتر شو رو برمیداریم، این متغیر اینجا رو درستش میکنیم. این چکید رو به آتر شو تغییر میدیم. خب الان آتر رو همون رو هم اصطلاحاً داریم. حالا میتونیم اینجا یک ایفی اضافه بکنیم، بگیم که دسته ها رو بعد از نشون داده میتونیم اونا رو قبل نشون بدیم، یا اونا هم میتونیم در ادامه نشون بدیم، فرقی نمیکنه، چون در ادامه ما این رو دستش میذارم کمپلت ساختارش رو به هم میرسم و یه حالت حرفه‌ای تر. فقط فعلا میخوایم ویجت ساختن رو با هم فهم بکنیم، بعد همین رو یکم حرفه‌ای ترش میکنیم. میام اینجا در ادامه یک ایف دیگه اضافه میکنیم، میگیم که اگر که ببینم چه مقداری ما بهش دادیم، به این مقدار برای آتر نوشتیم. اینجا میگیم که if instance آتر برابر بود با آن، اگر این برابر بود با آن، ما یک اکو بی آر میدیم مثل همین. خب فقط نام نویسنده رو به یک حالت خاصی باید ما بگیریم، اون رو من اینجا بهتون نشون میدم. ما اینجا باید نام نویسنده رو به این شکل بگیریم، چون این فقط ما پست آتر فقط آیدی رو به ما میده، باید با شی با دستور گت که من اکو میدم گت یوزر بای. گت یوزر بای یک تابعی هست که ما میتونیم اینجا میگه که به وسیله یوزر رو به چه وسیله یه فیلد داره، این فیلد رو چندین ما میتونیم یوزر رو بر اساس نامش بگیریم، بر اساس آیدیش و بر اساس ایمیلش. من بر اساس آیدی میخوام بگیرمش، میگم بر اساس آیدی میخوامش، یک یوزر رو میخوام بر اساس آیدی بگیرم و اون آیدیش چی باشه. خب اینجا همون پست آتر رو بهش میدیم، آیدی این پست آتری گفتیم، آیدی نویسنده رو برمیگردونه. خب این آیدی رو میگه، خب این یک شی برمیگردونه. میتونیم همینجا یک میانبری بزنیم به جای اینکه اون رو توی متغیر ذخیره بکنیم و بعد، یعنی میتونم به این شکل بذارمش، چون بگیم که آتر برابر است با این، بعد به این شکل، بعد در ادامه بگم اکو آتر. خب این مقادر زیاده، یکی از مقادری که این داخل ذخیره میشه یوزر لاگین هست، نام کاربری رو برمیگردونه و یوزر ایمیل هست که ایمیل کاربر رو برمیگردونه، یوزر فرست نیم، یوزر لاست نیم و یوزر دیسپلی نیم. بهتر از دیسپلی نیم استفاده بکنید، از نام نمایشی، به جای اینکه یوزر نیم رو نشون بدیم از نام نمایشی کاربر استفاده میکنیم. اگه به دقیقه هم بخواید بدونید دارم در موردش صحبت میکنم، جا به کاربران بیاید، برید به شناسنامه شما لاین 29
یک خطایی تو لاین 29 همون هست. ولی این اضافه است. خب بیاید اینجا رو نگاه کنید. نمایش نام عمومی. ببینید یک گزینه داره. این دیسپلی نیم، لاگین نیم، نام کاربری رو نشون میده. فرست نیم این رو، لاست نیم این رو، لقب که نیک نیم هست، و اینجا دیسپلی از دیسپلی نیم استفاده میکنه. خب پس من اینجا میام از دیسپلی نیم استفاده میکنم. میام به پایین، ببخشید فایلمون هم طولانی شد. اینجا میگیم که نام کاربری رو به همون نشون بده. یک رفرشی میزنیم. فعلا ما اینجا چیزی نداریم. خب نمایش نام نویسنده ذخیره میکنیم. همچنان چیزی بهمون نشون نمیده. باید نگاه کنم ببینیم کجای کدمون مشکل داره. متغیر که آب ببخشید ذخیرهش نکردیم. باید اینجا تو آپدیت هم اضافهش میکردیم که من یادم رفت. همین فایل رو من براش چی میگیرم؟ فقط اینجا مینویسم آتر آتر. درست شد. حالا فقط یک بار باید ذخیرهش بکنم. ذخیرهش بکنم، رفرش رو میزنم ببره. ولی حالا نام نویسنده رو هم بر اون ادامه برای ما مینویسیم. یه زمانی پیش میاد میخواییم که روی نام که کلیک شد، حالا اینو بذاریم واسه بخش حرفه‌ای. فقط تا اینجا پیش اومدیم که بخواییم نام نویسنده رو نشون بدیم. تو جلسه بعد میام اینجا این جلسه رو من تمومش میکنم. تو جلسه بعد من میام چیکار میکنم؟ میام مثلا ساختارش رو به هم میزنم، ساختار خیلی حرفه‌ای بهش میدیم. کاری میکنیم که وقتی موس روی نام نویسنده رفت بشه، روی اون کلیک کرد و به صفحه نام نویسنده رفت و تمام پست‌هاش رو دید، تاریخ رو نشون میدیم. تاریخ رو هم همین جلسه بذارید بهتون بگم که بعد از جلسه بعد چیز خاصی باقی نمونه، بریم رو همون حالت حرفه‌ای شدن. تاریخ رو هم حالا من دیگه واسه اینجا چون همه اینا رو چی گذاشتیم اصطلاحا، هم واسه شون واسه هر کدوم یک مقدار گذاشتیم، اینجا حالا نمیذارم تو، میذارم واسه جلسه بعد که کار اصلی رو بذاریم اونجا. فقط میگم تاریخ رو اینجا ما چطوری نشون میدیم. یک بیاری میدیم دوباره در ادامه، یک اکو بیاری میدیم. خب من اینجا میگم اکو پست دیت. تو متغیر پست دیت شیء پست برای ما ذخیره میشه مقدار چی. این حالا بهتون میگم چجوری میتونیم فرمت دیش بکنیم. چیزی که ذخیره کرده به صورت سال، ماه، روز و ساعت است. ما میخوایم به شکل خاصی اون رو نمایش بدیم. این استرینگ است. واسه اینکه من بتونم اینو به چی تبدیل بکنم، باید با str to time این رو به تاریخ یونیکس تبدیل بکنم. با تابع دیت نمایشش میدیم. تابع دیت همونطور که میدونید پارامتر اولش فرمت هست. فرمت ها رو میتونید داخل این آدرس php.net manual and function date.php ببینید که اینجا فرمت ها رو واسه همون گذاشته. هر حرفی معادله یک حالت خاصی هست. این مربوط میشه به زبان php. دوستان اگه زبان php‌شون خوب نیست حتما خوب بکنن. اینجا میگیم که سال رو نشون بده به صورت کامل برامون، و بعد ماه رو به صورت حروفی، و بعد روز، و در انتها انوم یا همون اوم، مثلا سی اوم یا ان اچ تو انگلیسی رو اینجا میگه واسه همون اس بزرگ معادلش میگیم نمایش بده. و اینجا تایم نمیتونیم اینجا بگیم که پست دیت. چرا؟ چون این به صورت استرینگ است. چیزی که قبول میکنه تابع دیت، یک اینتجر قبول میکنه به صورت تایم یونیکس. واسه همین اینو من کات میگیرم به این شکل. باید به تابع باید به تایم یونیکس تبدیلش کنیم با تابع str to time. اون رو تبدیل میکنیم به ساعت یونیکس و بعد اون رو میفرستیم با اون پارامتر دوم تابع دیت. خب من این رو رفرش میزنم. همونطور که میزنید 19 اکتبر 2016
18 اکتبر، 5 اکتبر، 2 اکتبر، همونطور که میبینید حالا تاریخ رو هم نباشته. خب تا اینجا پیش اومدیم، جلسه بعد میریم سراغ اینکه این رو یک حالت اصطلاحا حرفه‌ای تری بهش بدیم، در کنار نام نویسنده آواتارشون نشون میدیم، در مقابل تایتل ها، عنوان ها، اون شکل این پاس تایمنل یا همون تصویر شاخص رو نشون میدیم، و وقتی مصرف روی نام نویسنده میتونیم با کلیک بر روی نام نویسنده بریم به صفحه نوشته های. امیدوارم از این جلسه هم استفاده لازم رو برده باشید.